رئیس جمهور بوش در تلاش برای متقاعد کردن مسلمانان برای پیوستن به مبارزه با تروریسم دیروز از مسجد بازدید کرد. وی پیش از ورود به مسجد به نشانه احترام کفش‌های خود را درآورد. در خبر دیگر، 4 سرباز آمریکایی در جستجوی جنگجویان طالبان که در کابل مخفی شده‌اند، به اشتباه به یک خانه محلی وارد شدند. در این حادثه 2 بزرگسال کشته و کودکی آسیب ندید. به گزارش فرشته وحیدی از بخش افغان رویترز که در زمان وقوع حادثه در محله بوده است، نقل شده که آن روز برای مردم کابل روز وحشتناکی بود. این 5 حادثه مشابه در این ماه است، روندی که ارتش ایالات متحده در نتیجه نفوذ جنگجویان مقاومت طالبان به مناطق غیر نظامی. De la prochaine fois, chérie. Maybe the next one, hon. یک پیام صوتی دارید. کریستوفر. جسی هم رفیق، چرا تماسامو جواب نمیدی؟ دیگه دارم به هم بر میخوره ها. پیام حذف شد. کریس، تام هستم. این هفته دومین باره دارم پیام میدم. همه چی مرتبه داداش؟ پیام حذف شد. سلام کریس، چرا جواب نمیدی؟ منم پسر ماریا. باز کدوم گوری هستی ها؟ پیام حذف شد. ببخشید آقا. جانم. گفتید فقط یه روز طول میکشه. الان 2 گذشته. پس کی میخواید تمومش کنی؟ درسته. خب یکم بیشتر از چیزی که فکر میکردیم طول کشید. شاید یه روز دیگه لازم باشه. آها. البته شاید. اما ما هزینه یه روز رو پرداخت میکنیم، نه 3. آره آره متوجهم. ولی منم فقط برای یه روز ازتون دست باز. باشه. خوبه؟ پس لازم نیست نگران باشی. باشه. ممنون.
شبا خوب میخوابی عزیزم؟ آره، مثل همیشه. خب به نظرم خسته تر از همیشه ای. خب یکم کارم بیشتر از روزای قبل بود، برای همین خسته شدم. کاریش نمیشه کرد دیگه. هیچ کدوم از پسرای اونجا رو این اواخر ندیدی؟ پسرای اونجا؟ منظور مادرت همون بچه‌ای که با هم رفتین سربازی. اونایی که با تو رفتن رو میگه. تام، جسی. اون پسر اسپانیایی اسمش چی بود؟ ماریا. حالش چطوره؟ هنوز در تماس هستین؟ آره، هر چند وقت یه بار هم دیگه رو میبریم. هر کدوم کار زندگی خودشونو دارن دیگه. گفته بودی تام الان خط تولید لوازم ورزشی خودشو داره، لوازم ورزشی میفروشه؟ آره، واقعا کاربارش خوبه. و ماریو چی؟ وکیله؟ ازدواجم کرده؟ آره، اونم کارهای حقوقی انجام میده. ازدواجم کرده. جسی چطور؟ اون چی کار میکنه؟ اون برگشته مدرسه، معلم مطالعات اجتماعی دبیرستان شده. اونم ازدواج کرده، یه بچه هم داره. یه پسر. ظاهرن همشون اوضاع احوالشون خوبه. خوب برای چی ها؟ یعنی به اندازه کافی خوبه. با کسی آشنا نشدی کریس؟ از یک شمه تا حالا؟ خب من نمیدونم، یه ها ممکنه آدم یه نفر خاصی و یه جایی ببینه. آره، ولی من ندیدم. میدونی بری گفت دارن یه انبار دیگرم میبندن، لانگ آیلند سیتی و فلاشینگ. هفته بعدی که از انبارای منم میبندن، احتمالا چینی ها خریدنشان. معلوم نیست میخوان چه غلطی اونجا بکنن. میدونی کریس، این کشور قبلا خیلی چیزا تولید میکرد. میدونی چیه بابا، منم هنوز یه چیزایی تولید میکنم. آره همینطوره، خیلی هم خوبه. ولی میدونی حتی تو هم میتونی کارتو بیشتر کنی؟ با مدرکی که داری میتونی یه خط نرم افزار را بندازی. کریس، تا حالا به این فکر کردی که دوباره بری پیش روانشناس؟ نه، نه واقعا. من فکر میکنم شاید وقتش رسیده باشه که بخوایی دوباره شروعش کنی. چرا؟ خب تو انگار وقتی میرفتی پیش دکتر حالت بهتر بود. بهتر بود؟ آره، انقدر تنش نداشتی، انقدر آشفته نبودی. کی گفته من آشفتم؟ بابا به نظر تو من آشفتم؟ آره؟ نمیدونم پسرم، میدونی یکم بیحال به نظر میای. خب اینا به خاطر اینه که خیلی خستم. هر هفته هم داریم راجبه این مزخرفات حرف میزنیم. کریس، آروم باش عزیزم. باشه، میشه لطفا در مورد یه چیز دیگه صحبت کنی؟ معلومه که میتونیم پسرم. موج اخیر افغانستان چطوره؟ تو CNN میگفت دارن 10,000 سرباز جدید میفرستن. حیوان جدید، ما هممون حیوانیم. این چه حرفی بود پسر؟ 10,000 تا دیگه. آره؟ آره، اعزام میشم به کشدارگاه. هورا! کریس، من واقعا فکر میکنم وقتش رسیده که دوباره بری پیش دکتر ساتن. آره؟ میدونی چیه؟ واقعا شما خوشمزه بود. هفته بعد میبینم تو. چرا همچین چیزی رو مطرح میکنی؟ به همون دلیل که مدام بهش فشار میاری که تغییری ایجاد کنه.
نمیتونه اینطوری ادامه بده. اون خیلی تلخ شده. بیقراره، همیشه تو خودشه. 7 سال گذشته از بیتفاوتیش خسته شدم. 7 سال. فقط 7 سال. و ممکنه هیچ وقت نتونه ازش عبور کنه. به نظرم باید کم کم این مسئله رو قبول کنی. هر وقت تو قبول کردی منم میکنم. دیویست هرچی که میخوایی دیویست هرچی میخوایی داره دیویست. Don't do any kinky shit. I'll pay you twice what we agreed. Please. Bitch. یاد گرفتنش آسونه. اینو میگی؟ شیدن کفی؟ از بافتن قالی خیلی راحت سره. باورت نمیشه اگه بگم خیلی راحت. دوست داری یاد بگیری؟ دوست دارم یاد بگیرم، اما نمیتونم پولی بابت بدم. اشکالی نداره، میتونم رو کمکت حساب کنم. شاید بتونی به جاش بهم یاد بدی یکی از اونا رو ببافم. ها؟ بیا اینجا. اینجا رو ببین. وقتی مسئله تو اتاق اندازه بگیری کار زیاد سختی نیست. بعدش هم تمام این تخته ها رو به اندازه که نیاز داری برش میزنی، بعدم میشینیش روی زمین، بعدم اینجوری پشت سر هم که ردیف شد چکش کاریش میکنی، بعدم اینجوری، بعد روش ضربه بزنی. من باید این کار رو یاد بگیرم، شاید یه وقت مغازه بستش. نه فکر بدی نیست، خوبه بدونی چطوری باید این کارا رو با دست انجام بدیم. میدونی یه جورایی برای ذهنم خوبه دیگه. میدونم که بهتر از من اینا رو میدونی. قالی بافی میکردی دیگه. فرق داره. شاید. اون کتابایی که اونجا میخونی چیه؟ فلسفه میخونم. یه مش مزخرفاته به درد نخور. به نظرم خیلی خوبه که به نجاری و قالی بافی و اینجور چیزا علاقه داری. بهتر از این مزخرفاته. خسل سهر برن. از فلسفه میشه برای هر موضوعی استفاده کرد. مثل یه پایه برای بقیه رشته ها میمونه. بافتن قالی، چیدن کفپوش، اداره کردن کسب و کار. همه چی با فلسفه شروع میشه. بدون اون هیچ چی به کار نمیاد. چه اینطور؟ ببینم حالا تو کدوم دانشگاه میری ها؟ من قبلا میرفتم هانتر.
من به آموزش رسمی اعتقادی ندارم، مخصوصا اینجا. مؤسسات آمریکایی همه آشغالن. من تو فلاشینگ میرفتم دبیرستان. بچه ها هر روز با هم دعوا میکردن. پسرهای سفید پوست احمق با اون پیراهنهای تنگشون به من میگفتن سیاه پوست و تروریست. خب منم حالشونو میگرفتم. آشغالی به درد نخور. بهترین کارو کردیم. به نظر من باید همونطوری که دلشون میخواد جواب قول داره داد. با مشت و لگت. من زمارم. اسم شما چیه؟ منم کریسم. از دیدنت خیلی خوشحالم زمار. دیدی اونقدرم سخت نبود؟ باید چند تا تخته رو همینجا برش بزنیم و بعدم پشت سر هم ردیفشون کنه. میبینی؟ باورم نمیشه که اجازه دادی این کارو بکنی. خب بعدش چی شد؟ خب اون تو چشام نگاه کرد و گفت ازت میخوام این بچه بیادب رو تنبیهش کنی. عمران اگه اینو گفته باشه را نداره. نه خدای من ببین کی اومده. بس فنده هست. آدم باشین دیگه، وقتی میگن زنگ بزنی. بابا همین کارو کردیم احمق. هر کدوم اون ده رو بهت زنگ زدیم. خودتو از مقایم میکنی. چطوری پسر؟ نه من خجالت آور رفیق. درو باز کن. آره ولی باحاله. باز کن دیگه. باشه دیگه. چه بوی گندی میاد. حتما لازم نیست حضوری برید تا بتونید از امکاناتش استفاده کنید. حتما میدونید دیگه مگه نه؟ خیلی خوبیه بچه. راست میگم پسر، فلاشینگ عالیه. تنها جایی که میتونی یه هفته القاعده و تنیس آزاد آمریکایی رو ببینی. من واقعا خوشحالم که زن و بچه ما از اینجا بردم. آره، سیندی چطوره؟ خوبه، ترفی گرفته. هفته بعد کارهای خونمون تموم میشه، بالاخره. دیوی چی؟ اونم خوبه. پسر کوچولو مجبور شد همه کسافت کاریاشو از روی دیوار پاک کنه. توی بچه دوست داری نظر من یه کابوسه. بهش عادت میکنی. نمیتونم یه روز بدون اونو تصور کنم. من که مشکلی ندارم. چون تو 20 ساعت تو روز کار میکنی. اصلا وقت پدر شدن داری؟ نمیدونم. شاید بهش فکر کردم. من و جکی داریم بهش فکر میکنیم. نه بابا. آره شاید سال بعد. وای. واقعا عالیه. این که کارتون رو رواله واقعا خوبه. آره ظاهرن. شغل دارید، خانواده دارید، خونه و آپارتمان میخرید، اینا خیلی خوبه. خب ما دیگه آدم های گنده ای شدیم، مگه نباید همینطور هم باشه؟ چرا؟ درست. خیلی عجیبه که هیچوقت هیچی نتونست جلوی شما رو بگیره. دمتون گرم. چهت شده کریس؟ منظورت از این حرفا چی؟ نمیدونم، فقط من میدونی بعضی روزا خیلی سخت میتونم از جام بلند شم، ولی شما دارین کاراتون رو راه میندازین، وکیل میشید، معلم میشید، خانواده تشکیل میدید، بچه دار میشید، خیلی کارا انجام میدید، مثلا ملک میخرید. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده براتون، همش موفقیت دیگه. منظورت چیه پسر؟ نمیدونم، فکر میکنم برای من یکم سخت تره کارهایی که اونجا انجام دادیم. این مشکل توه کریس، مشکلات خودتو گردن ما ننداز. ما خودمون هزار تا درد سر داریم. نه ببین، این منم که دارم باش کلنجار میرم. از کجا میدونی ما داریم با چه چیزایی کلنجار میریم؟ مگه تو مغز منی مردک؟ شما همه تو مثل مش دیوونه میمونن، خیلی پستید. تونیا رو با آتیش میکشید، بعدم بلند میشین میرین سراغ زندگی خودتون. من اینطوری نیستم، نمیتونم. واقعا من خیلی برام سخته. میدونی چیه کریس؟ اصلا منصفانه نیست. ما همه اونجا بودیم، هممون همون چیز رو تجربه کردیم، همون کار رو انجام دادیم. هنوزم گاهی اوقات صدای جیغ اون بچه رو میشنویم، انگار همین دیروز بود. هیچ وقت تموم نمیشه، شاید قرار نیست تموم بشه، ولی نباید بذاری زندگی تو خراب کنه. مگه من انتخاب دیگه ای هم دارم؟ به نظرم داری،
به نظرم خودت باید بسازیش. حق با جسیه، نه اندازش کردن ما. نظر اون روان پزشکی چی بود؟ دیگه نمیرم پیشش. عجب حرکت خوبی، دست مریزاد. برای چی نمیری؟ چون قدیمی. بازم بگو؟ چه میدونم؟ چون از آدمایی که میخوان من فکر کنم یه مشکلی دارم خسته شدم. من مثل هر آدم عادی دیگه دارم باهاشون برخورد میکنم. خب آدمی که یکم مثل من وجدان داشته باشه قطعا همین واکنش از خودش نشون میده. این مزخرفاتو گذاشتم کنار. استرس پس از حادثه چه کوفتیه دیگه. همه ما گول خوردیم تو عراق، تو افغانستان. خیلی خب، خیلی خب، بس تو راست میگی. یعنی عمدن... چی عمدن؟ فکر میکنی موضوع چی بوده کریس؟ مردا که متوهم. خودتو جمع جور کن پسر، اینقدر ضعف خودتو ننداز گردن بقیه. آروم باش پسر، آروم باش. خون سرد باش. همه ما ترمیناتوریم بچه. جون شما رو میرم. آروم باش، آروم. خیلی خواه. ببین کریس، من این چیز رو به اندازه تام شخصی نمیبینم. من میدونم داری با چی دست و پنجه نرم میکنی، ولی خواهش میکنم به خاطر خودت یه کاری راجبش بکن. این ماشین بافندگی رو وقتی کوچیک‌تر بودم درست کردم. عشایرای بلوچ بهم یاد دادن که چطوری سرهمشون کنم. سوزندوزی رو هم اونا یادم دادن. دوست داری امتحانش کنی؟ چرا که نه؟ اینا رو ببر پایین. پایین؟ آره. باشه. به نظرت من خیلی نورمال نیستم نه؟ من اینجوری فکر نمی کنم. به نظرم من برگردم سر کفوشو خیلی بهتره. نمیخوام پدر و مادرت بیشتر از این از دستم ناراحت بشن. حامد و شله رو میگی؟ اونا پدر مادرم نیست. چی؟ اونا عمو و زنمو. آه، تو اهل کدوم کشوری؟ افغانستان. فکر کنم لهجهتون یه خورده فرق داره نه؟ مثل باقی افغانستانی ها نیست. وقتی بچه بودم 5 سال رو تو کراچی گذروندم. اون طرف مرزه. با عموم و زنموم اونجا بودم. خیلی از پناهجوهای افغانستانی بعد از جنگ رفتن اونجا. پدر و مادرم توان نگهداری منو نداشتن. وقتی یکم میگذره خب لهجه تغییر میکنه. از کجا میدونی بقیه افغانستانی ها چطور حرف میزنن ها؟ من همه عمرم تو نیویورک زندگی کردم. دور اطرافم زیاد دیدمشون. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. سر قشلاق نامدی وای وای من کشتی با ارمان.
هنوزم دوست دارم این کارو یاد بگیرم. آره؟ چرا که نه؟ دلیلی نداره بذاریش کنس. شاید بتونیم به هم دیگه یاد بدیم. هنوز خیلی چیزا مونده که در مورد قالیبافی باید یاد بگیرم. چی از این بهتر؟ میتونیم بریم خونه من ها؟ زیاد از اینجا دور نیست. ابزارم اونجا زیاد دارم. یه کارگاه هم هست. کلی جا داریم برای این کارا. خیلی خوب میشه. آره. سلام. 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 خب دیگه تقریبا تموم شدم. فکر کنم فقط یکم تمیزکاری لازم بره. خیلی خوب شده. خوشم اومد. خوبه. آره. بیشتر از انتظارمون طول کشید ولی خوب شده. ازش راضیم. چقدر خوب. فکر کنم این مبلغ باقی مونده باشه. خیلی ازت ممنونم. خوشحال شدم دیدمت. ممنونم. روز خوبی داشته باشی. با امید دیدار. ممنون. خداحافظ. یه مامو زنموت خبر دارن اومدی اینجا؟ آره میدونم. خوشحالم هستن که یه دوست پیدا کردن که به صنایع دستی علاقه داره. دوست دارم به جز تمیز کردن مغازه و قالی بافی کارهای دیگه هم بکنم. خوبه. فکر کردم به عهده خودت بذارم بهتره. بعد اون تجربه‌ای که تو سرزمینتون داشتن به نظرم نمیدونم. بهتر بود که از طرف خودت مطرح بشه. فرض کن اونا همین کار رو به همین شکل خاورمیانه انجام بدن. خاورمیانه؟ چه اصطلاح مزخرفی. آره درست. بی خیالش. میگم فقط حواست باشه قبل از اینکه برش بزنی اندازه رو مشخص کنی. میتونم از سرویس استفاده کنم؟ آره، معلومه. اسمش مکس بود. واقعا عاشقش بودم. ولی پارسال تابستون مرد. پیر شده بود. مثل یه عضو از خانواده‌مون بود. یه همون موقع که تو کابل بودی به جز مدرسه چی کارا میکردی؟
کارهای معمولی، همون کارهایی که بچه انجام میدن. بزرگ شدن اونجا چطور بود؟ منظورم با این همه جنگ و اشغال طالبان و روسیه و اینجور چیزا. فکر کنم به کشور من خیلی علاقه مندی. هیچی، فقط کنجکاوم. انگار بیشتر منتظری. نه، منتظر چیزی نیستم. من اون پلاکار رو تو دستشویی دیدم، کریس. راستش دقیقاً 2 سال اونجا بودم. حدوداً بعد 11 سپتامبر بود که رفتم و ملحق شدم به نیروی دریایی. خب اون موقع چه حسی داشتی؟ به عنوان یه غریبه تو همچین جایی؟ حداقل اولش یه خورده به نظرم درست میامد. و بعدش؟ بعد از اون یکم پیچیده تر شد. همه چیز درست بود. بعدش غیر نظامی ها درگیر شدن و اوضاع پیچیده تر شد، مگه نه؟ انداختن بمب رو روستای کوچیک تو کوهستان باید کار آسونی باشه، چون قیافه کسایی که روشون بمب میریزید رو نمیتونید ببینید. آره، تو هم همچین کارایی کردی که؟ نه، من هیچ وقت رو سر کسی بمب نریختم. ولی صورتشون رو دیدی، مگه نه؟ آره، صورتشون رو دیدم. وقتی یه غریبه ای، کشتن مردم خیلی راحته، اما وقتی بهشون نزدیکی اوضاع فرق میکنه. وقتی بتونی بوشون کنی، صدای گریهشون رو بشنوی، صورتشون رو ببینی. آره، خیلی ساده است، مگه نه؟ خب بهم بگو، کشتن یه آدم چه حسی داشت؟ همه سرزمین رو... اما تو این کارو کردی، کریس. مبتلات میکنم، مثل یه جور بیماری. چه میدونم، فکر میکنی که مریض شدی، مثل یه تیکه گوشت مرده که باید با خودت حملش کنی. خوبه، شاید اگه فرمانده‌هاتونم این احساسو داشتن، هیچ وقت دیگه جنگ نمیشد. شاید اونا آماده تر باشن. رئیس جمهورتون خیلی مستبد. آره، خب حق داری که اینجوری فکر کنی. مثلا اینه که فکر نمی کنم خیلی مهم باشه. سوال ما بدون فداکاری مردمشون که قدرتی ندارن. پیروانشون رو میگم. سایت رو نگاه کن، شکلش رو ببین، فکرایی که داری حقیقت. از کجا میتونی بفهمی چی درسته و چی غلط؟ وقتی تنها چیزی که میبینی نگرشای خودته. افلاطون، تمثیل قار. برو به کارت برس، برو.
حال چطوره کریس؟ درجه یک؟ انگار یه جورایی عوض شدی. واقعا؟ آره، نمیدونم، انگار خوشحال تری. منم نمیدونم. آخه این روزا یه بشقاب پر غذا میخورم. خبری نیست؟ نه راستش، نه. شغل جدید؟ نه، اونم نه. بالاخره تصمیم گرفتی خونه بخری. هیچ چیز مثل خرید ملک نیست، حتی با این شرایط اقتصادی مزخرف. ما تازه قسط وام مسکنمون تمام شده. خونمونه نخریدن. خب پس چی کار کردی؟ خب راستش چیز خوبیه، یه چیز ضروری. یعنی نمیخوای به ما بگی چیه؟ آره میخوام بگم. پس چرا نمیگی؟ به خاطر این که هنوز خیلی زوده دیگه، میدونی؟ در ضمن مربوط به منه. تا زمانی که یه چیز خوب و ضروریه، به نظرم اشکالی نداره اگه ما ندونیم که چیه. خوبه، ممنونم. ولی من میخوام بدونم. ببخشید مامان، ولی یه چیز محرمانه است دیگه، نباید بگم. خب من نمیفهمم چرا همه چیز باید اینقدر محرمانه. بیا بی خیالش بشیم، اون یه مرد بالغ، اینقدر دخالت نکن. باشه باشه، وقتی میبینم اینقدر خوشحالی همین برام کافیه. عشان شد. زمار، تو اون پسره که سر به سرت میذاشته نو میشناسی؟ امونه که تو فلاشینگن. با اون اشخاله چی کار داری؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟ باهاشون چیکار کردی؟ خب به حسابشون رسیدم. درسته، میدونم. ولی میخوام بدونم دقیقا چه بلایی سرشون آوردی. میخوام دقیق بهم بگی. یعنی جزئیاتش؟ آفرین. خب اون پسر ایتالیایی دو کلاس از من بزرگتر بود. خیلی کنده است، قوی تر از منم هست. به من میگفت میمون ترسناک. من یه مدت زیادی نشنیده گرفتم، تا اینکه یه روز خطا کرد و هلم داد. از پله ها افتادم پایین، بعد بلند شدم و یه مشت زدم تو شکمش. با کله رفتم تو دماغ گنده و بیریختش. تمام شلوارم شده بود خون. پریدم رو سرش، یه لگد زدم تو دهنش، چهار تا از دندوناش افتادن، افتادش تو بیمارستان. بعد از اون ماجرا حتی دیگه نگامم نکرد. آشغال عوض حقش بود. دیگه کیو زدی؟ خب اون دوتا بچه ایرلندی رو، همسن منه، قد بلند و جولیده. یکیشون بعد از کلاس زبان جلومو گرفت و توف کرد تو صورتم. همزمان گلوی جفتشونو گرفتم، فشار میدادم، رسمن داشتم خفشون میکردم. سرشونو کوبیدم به کمد، اونقدر مشت زدم تو شکمشون که افتادن زمین.
بعدش پریدم پشت کلشون، اونقدر ادامه دادم تا از هوش رفت. واقعا به حسابشون رسیدی؟ آره آره آره، البته بازم بودم. خیلی خوب از پسشون بر اومدی. خیلی خوب. آره باید هم همچین برای سرشون میامد. درسته. من دیگه باید برم کریس، از زنم اون شام درست کرده. باشه، بعدن دوباره میبینمت. بعدن میبینمت. کارت خیلی خوبه، آفرین. بد نشده. من برم دستشویی، بعدش میام سنباداشو میزنم و خلاص. اینجا چه خبره؟ ببین چی پیدا کردم. آره خودم دارم میبینم. واسه چی؟ آخه الان باید بپوشیش. واسه چی؟
بهم بگو پوشیدن این لباس تو کابل برای چطوری بود؟ منظور چی؟ یعنی یونیفرم اونجا برای چه حسی داشت؟ نمیتونم. تعریف کن. همه چی رو تعریف کن. اون بچه های کوچیک، بچه های کثیف، سیگار، بوی سوختن یه چیز مثل گوشت. جا تغییر کردی، خیلی عوض شده کریس. ربطی به تو تغییرات تو نداره، ربطی به تو وضعیت روحی شکنندت هم نداره سفید پوست. تو از همه اون چیزا با ارزش‌تر نیستی مگه نه؟ مگه صاف فس میکنه جنازه آدم ها اون چیز. هر روز جنازه دارم بیشتر میشه. اون موقع اوضاع خیلی فرق میکرد. میخوای دوباره همه اینا رو بذاری تو پس زمینه داستان غم‌انگیزت؟ ای خدا. الان خوشحالی؟ زمار، هنوز با اون سفید پوسته کار میکنی؟ نجاری میکنی دیگه، درسته؟ آره. حالا چیزی هم یاد گرفتی که بتونی باهاش پول در بیاری؟ حالا هرچی. حالا هرچی؟ یعنی چی؟ زمار، گفتم حالا هرچی یعنی چی؟ برای چی تو اینقدر سوال پیچم میکنی آخه؟ زمار، به زن من بی احترامی نکن. اینجا همه چی مثل کراچیه، چیزی هم عوض نشده. شما هم پدر مادر من نیستی. تمام روز میشینی این کتابای مزخرف رو میخونی، به مام که داری بی احترامی میکنی. ولی گوش کن زمار، ما تو رو آوردیم پیش خودمون، به این راحتی ها نمیذاریم از این خونه بری. خب سعی کن. از کن دیگه زمار، دهنه تو ببند. این رفتارای زمار همش زیر سر اون سفید پوست است. شایدم نه. ممکنه به خاطر سن و سالش هم باشه. زمار قبلا اینقدر بی‌ادب نبود. الان 7 ساله که اومده پیش ما شله. تا همین اواخر خوب به همون عادت کرده بود. به چی عادت کرده بود؟ باید وقت بذاره چیزهای جدید رو تجربه کنه. هفت سال وقتی یه پناهجوی یتیم باشی زمان خیلی برات مهم میشه. اینو بفهم لطفا. چه خبره؟ تولد تو مبارک رفیق. چه خبر؟ آفلگیر شدی آره؟ اینم یه ایده بود دیگه. موقع اصلاح صورتت زخم شده؟ آره اینم یه آره. سلام پسر. از دیدنت خوشحالم. سلام پسر.
چطوری تام؟ چطوری کریس؟ تولدت مبارک رفیق. دمت چیزه بابت اون روز متاسفم. نه بابا بخیر، دیوونه شده بودم دیگه، تو که میدونی. البته اینم بگم که معمولا اینجوری نمیشه. چرا میشی؟ خیلی خوب، قبل از اینکه شام سرد بشه بیاین سر میز. زود بشین. باشه بریم. چطوری؟ حالم خوبه. من حالم خوبه. همه چی مرتبه؟ آره، من خوبم، خوبم. خب، خدا رو شکر. تعریف کن ببینم چیکارا میکنی. شام خیلی خوشمزه شده. ممنون، ولی واقعا لازم نبود. بی خیال پسر، نمیدونی مامانت چقدر زحمت کشید تا بتونه این پسر رو یه جا جمع کنه. همین از دستم برمی اومد. تو لیاقتشو داری؟ آره بابا، آدم که عروس 33 سالش نمیشه. هم سن حضرت نوحه. هیچ وقت هم نمیمیره. 33. لعنتی، انگار همین دیروز 23 سالمه بود. چرا انقدر زود میگذره؟ 23 سالگی رو خیلی خوب یادمه. ملحق شده مردش. آره، تو از دانشگاه رو تموم کرده بودیم. به نظرم باور نکردنیه که نیروی دریایی اجازه داد شما با هم برید خدمت سربازی، مثل اکیپ نیویورکیه. آره، مسئول ثبت نام زورش میمد بر کدوممون یه کیف. قرار بود تو استیو جابز بعدی باشی. خب حالا میخوای با مدرک چی کار کنی؟ شبکه درسته؟ برنامه نویسی و نمیخوام تو اون زمینه کار کنم. وای، ما تازه درسمون تموم شده. از شهر ما منفجر شد. لعنت به این بلبشو. هممونو فرستادن به اون جهنم. بس کن این حرفا رو نزن. خودمون خواستیم بریم اونجا. هیچ کی مجبورمون نکرد. ما چی کار کردیم؟ یه دلیل خوب داشتیم. بعد از اتفاقاتی که افتاد، بعد از کاری که کردن. یعنی کریس، نزدیک 3000 تا آمریکایی کشته شدن، میفهمی؟ درسته. 3000 تا آمریکایی. خب ببینم 200000 تا آسیایی تکلیفشون چی میشه؟ یادته که بیا اون مردم بیگناه هایتی 100000 نفر بودن ها؟ اینا فقط یه عدد نیستن. بی خیال کریس، ما هم اینا میدونیم بسر. آره، آره حتما. در ضمن اونا هیچ کدومشون برا من و تو واقعی نیستن، هستن؟ یعنی تا وقتی که عکسشون رو نبینیم. آره. بی خیال، اونا مثل من و تو نیستن. میگیرید منظورمو؟ آمریکاییم دیگه. فقط جون ماست که ارزش داره. کریس دوباره بحثشو باز نکن. شما چشتون کوره. خیلی هم مغرورید. نمیخواید بفهمید. نمیخواید متوجه شید. ای خدا. انگار ما نسبت به اونا یه قدرت موافق طبیعی داریم. نسبت به اون وحشی ها. انگار ما خدایی ما برای نجاتشون اومدیم. میخواییم بهشون امید بدیم. اصلا به خاطر اینه که ما اینجا. خیلی خب کریستو، منظورت رو رسوندی. آمریکا یعنی قلدرای خود شیفته و بقیه ی دنیا ضعیفایی ان که تومه اونن. فهمیدی؟ همش مزخرفه. ما همه کریس، خواهش میکنم کریس. میدونی؟ لاغر اون خورشید قابل اعتماد تره. من میتونم اعتماد کنم که اون هر روز داره غروب میکنه، پس میتونم بهش اعتماد کنم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ یعنی تو بمب اتم و بمب دیزنی داری. از یه طرف هم ویتنام و فیلم های علمی تخیلی هست که درجه یکم. از اون طرف هم عراق و بریتنی رو داری. واقعا مسخره است. واقعا چه غلطی داری میکنی من نمیتونم. چی میگی پسر؟ نه موضوع همینه دیگه. اگه هیچ وقت نمیومدن اینجا، اگه شروع نمیکردن و بی خیال اون اورانیوم و کشت و کشتار میشدن، اینجوری نمیشد. پسرم لطفا فقط آروم باش. باشه؟ خیلی خوب، خیلی خوب باشه. میدونین من فکر خیلی بدی تو سرم دارم. فکرهای خیلی خیلی بد. خیلی هم ضعیفم. گاهی وقتا
اصلا لایق جشن تولد نبودم مامان. من لایق هیچی نیستم. هیچی نمیخوام. چرا لباس نمی پوشی؟ خوشم نمیاد بدن خمیری تو نگاه کنم. خفه شم. چهار دیواری اختیاری. اون چیه؟ مشکل چی عزیزم؟ قیافه هاشون؟ یا داری نتیجه کارتو تماشا میکنی؟ میشکنی هرچی بیشتر آدم بکشی شکمت بیشتر پر میشه.
ممنونم که منتظر موندی سرباز. آنه گه چه؟ نگران نباش، فقط شان زنمون برامون درست کرد. گوشت بزه؟ حلاله، خونگیه. زنم بوداش بازه خیلی خوبیه. میدونم. این از معدود کاراییه که خیلی خوب انجامش میده. به خاطر همینم عموم تا حالا نکشتش. میدونی تو کابل با یه دختر فیلیپینی آشنا شده بودم. پدر و مادرش به خاطر من گربه خونشونو کشتن. من هیچ وقت گوشت گربه نپختم. اما یادم یه بار پوست گربه حبشی همسایه‌مون رو قلفتی کندم. کل راه از قاهره برام یه جور سرگرمی بود. اینطوری به اون قدرت میرسی. اراده قدرت از نیچه. خب بعدش چی میشه؟ نمیدونم. هیچ وقت انجام ندادم. ولی میتونم همین الان بهت بگم. ولی اول باید برام تعریف کنی چه کارهایی بدی تو افغانستان انجام دادی. اصلا یادم نمیاد. نه رفیق، به نظرم یادت میاد. به نظرم این تنها چیزیه که میتونی به یاد بیاری. فکرهایی که تو سرت داشتی، شکل مردمی که اطرافت بودن، سایه ها، حقیقت. خب یه شب تو کابل وارد یه خونه شدیم. فکر میکردیم یه خانواده شورشی طالبان. همه چیز از بین رفت و اونا هم واکنش بدی نشون دادن. از تو و بقیه اون خوکا به زور وارد خونهشون شدی؟ آره. مردای غربی، مردای جوان آمریکایی، مردای بیرحم. آره درسته، این چیزیه که هستیم. بگو چه اتفاقی براشون افتاد؟ از دست رفتن، با همون جنگیدن. تفنگای M16 رو در آوردیم و پرش کردیم. بعد شلیک کردیم، گلوله‌ها پرتاب شدن. بعدش صدای فریاد بلند شد، خیلی بلند.
نشی. خیلی از بچه ها تو افغانستان پدر و مادراشون از دست دادن به خاطر طالبان، روسیه، جنگ، سربازای آمریکایی. مطمئن نیستم تو پدر و مادرمو کشتی یا نه. البته خیلی هم مهم نیست، بالاخره جون یه نفر رو گرفتی دیگه. هیچ وقت نمیتونستم چهره یه سربازو به خاطر بیارم. البته از نظر من همشون شبیه به هم بودن. هر مرد سفید پوستی که تا حالا دیدم شبیه خودته. به سختی میتونم شما رو از هم تشخیص بدم. چطوری باید یادم بیاد شما آدم کشا چه شکلی بودید؟ به صورتتون چی مالیده بودید؟ استتار کرده بودید؟ اصلا نمیدونم. خیلی سریع اتفاق افتاد. صداش بلند بود، خیلی سر و صداش زیاد بود، خیلی لعنتی. تنها چیزی که یادمه اونا هستم در حال مرگ. چیزایی که یادمه حافظه ما به هم میریزه. منم نمیتونم مطمئن باشم، نه از صورتت نه از پدر و مادرت و نه از خودت. میتونی موقعیت مکان محلی که کمین کرده بودی رو بهم بدی؟ آدرس آدمایی که با طالبان اشتباه گرفته بودی؟ اینطوری میتونم آدرس خونمون رو تطبیقش بدم. اصلا یادم نمیاد که قبل اینکه این کارو با هم بکنی چه شکلی بودم. از قبل تو هیچی یادم نمیاد. هیچی. من باید کارم با نجاری تمومه و مطمئنم که دیگه بهت قالی بافی هم یاد نمیدم. خیلی خوب، یه کار جدید هنوز نمیدونم چیه، ولی من بی خیال نمیشم، فقط آماده نیستم. تو هم نیستی. تو هم میبینی؟ آره. خیلی خوب. اینجا که ملک تو باغ کیوه؟ فکر کنم خوشم بیاد. خودشه. آره. عزیزم. اینجا چی شده؟ میدونم. آه عزیزم چی شده؟ چیزی نیست. نه اینجا چی شده عزیزم؟ همون شبی که از اینجا رفتم خواستم یکم انرژی ما خالی کنم.
خدای من عزیزم. عزیزم یکم زمان بگذره درست میشه. نه کریس؟ آه کریس. یه دعوای کوچولو تو کافه. عزیزم. چیزی نیست بابا گوش کن دیگه. میگم چیزی نیست. ای بابا میگم خوبم دیگه. نه نیستی. گریه نکن گریه نکن. خوبم میگم خوبم چیزی نیست. باور کنین خوبم. آره چیزی نمیخوای عزیزم. همه چی درست میشه. دانست پسر کوچولوی من چیزی نیست. حالت خوب میشه. حالت خوب ما حواسمون بهت هست. نگران نباش پسر عزیزم. حواسمون بهت هست. لیلی 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 جان جان جان. خبرنگار افغان رویترز فرشته وحیدی رو داریم که از کابل با همون صحبت میکنه. اون اولین فردی بود که در سال 2002 شاهد ماجرا بود. فرشته در مورد اون شب چی میتونی بهمون بگی؟ صدای تیراندازی و فریاد شنیدیم و به سرعت به سمتی که صدا میومد دویدیم و دیدیم چند تا سرباز دارن از خونه میان بیرون. وحشت زده به نظر میرسیدن. انگار نمیدونستن دارن چی کار میکنن. مثل چند تا پسر بچه ترسو. همه جا پر از خون بود. همه چی غرق خون بود. فهمیدم. چیه؟ کار جدیدیو که میخوایم اینجا انجام بدی. دوستیم دیگه. چی؟ نکن. نه. من این کارو نمیفهمم. البته که نمیفهمی مرده که مریض غمگین. مرحله اول زانو بزن.
آخرین خاطره از پدر و مادرم این بود که داشتن خونریزی میکردن، خون سرفه میکردن، شلوارشون رو کثیف کرده بودن. هر دوشون وقتی تو بغلم مردن دستشویی کردن. خشمشون از لباسشون اومد بیرون، رفت تو بدن من. اونا تو کثافت مردن. شروع خوبیه. شروع خوب. حاضری همه چیزو ازت بگیرم؟ Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men sat with Humpty Dumpty together again. اخلاقیات نسبیه. انسان معیار همه چیزه. فیثاغورس گفته. چه احساسی داری رفیق؟ مردک عوضی، تو نمیتونی بگی که کی بسه. این منم که میگم، این منم که میگم. بیا ولگرد بیخاصیت، بیا 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 منو بزن، بیا بیا منو بزن، مرد باش، مرد باش، بیا. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. زرق شلب نامدی وای وای من کشتی با ارمان. زرق شلب نامدی وای وای من کشتی با ارمان. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران. سرق شلق نامدی وای وای من کشتی با ارمان. سرق شلق نامدی وای وای من کشتی با ارمان. دقیقاً مثل موقعی که تو کابل بودی. این چیه؟ این ببین، هممون یه خانواده شدیم.
نشستیم دور هم توی مغازه قالی فروشی غذا میخوریم. اینم بادم جونه. یادته تو کابل میپختیم؟ آره یادمه. مادرم هم از همینا میپخت. کوفته هم میذاش کنارش. خیلی خوشمزه میشد. مادرت آشپزیش خیلی خوب بود. به منم آشپزی رو اون یاد داد. دستپخت تو هم خوبه. مثل دستپخت مادرم. میدونم که میخوای طوری باهات رفتار کنم که با مادرم رفتار میکردم. تو خیلی نسبت به من کم طاقت شدی. من به اندازه شما قوی نیستم. به زمان بیشتری نیاز دارم. ببین چون ما اینجا هستیم نباید اصالتمونو فراموش کنیم. نباید یه جوری رفتار کنیم که انگار رگ و ریشمونو گم کردیم. هر جای دنیا که باشیم نباید عرف و عادتامون یادمون بره. وطنمون یه چیز دیگه است. اینو لطفاً یادتون بمونه. پس باید چی کار کنیم؟ با مهاجرت که دنیا به آخر نمیرسه. نمیدونم اینو کجا خونده بودم. کابل، کراچی، نیویورک. هیچ کدوم فرقی نداره. ولی با هم فرق دارن. ما هم اینجا دچار تغییر شدیم. خودوی من نگاش کن. چه بلایی سرت اومده؟ چیزی نیست، تو کافه دعوا کردم. ببین خودتو به چه روزی انداختی. پدر مادرم فرستادنت؟ نه نه. جسی و تام کجان؟ به نظرم الان سر کار باشن. ببین بابت اون شب تو خونه پدر مادرم، یعنی اون حرفایی که زدم، میشه فراموششون کنی؟ آره نگران نباش. میدونی نه این که منظورم چیز دیگه ای بوده. میدونم منظورت همونه، ولی مشکلی نیست، نگران نباش. ببین کریس، هر کدوم از ما یه چیزی داره. بازی که نبود. نه ولی جوری که واردش شدی مثل بازی میداد. این بازی اوناست نه ما. ما اینجا همه بازنده این مرد، هممون عروسک. چیزی که جسی گفت خیلی هم بیراه نبود. ما کاریو کردیم که مجبور بودیم، کاری که لازم بود. آخه بعد از اون سپتامبر چطور میتونستیم نریم؟ فقط اینطوریه که باهاش کنار میایم و زندگی میکنیم. همین؟ فقط خوب باش رفیق، یکم به خودت آسون بگیر، همه چی درست میشه. باشه، مواظب خودت باش.